باستانشناسان در سال 1599 شهری به نام پامپئی در ایتالیا کشف کردند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که این شهر که به مرکز و اوج هرزگی و فساد تبدیل شده بود، در ایام پادشاهی نرون از آبادترین شهرهای کشور ایتالیا بوده است. شواهد نشان می‌دهد که مردم این شهر سرنوشتی همچون قوم لوط داشتند و به باور برخی این شهر حتی می‌تواند شهر قوم لوط نیز باشد. در این شهر باستانی که ویرانه های آن در نزدیکی ناپل در ایتالیا واقع شده است، آثاری از بناها و مردم شهر باستانی پامپئی که بر اثر آتشفشان کوه وزو ویران شده بود به چشم می‌خورد. پیش از این تصور می‌شد که مردم این شهر به خاطر گازهای سمی حاصل از آتشفشان کشته شده‌اند، اما پژوهش‌های دیگر نشان داد آنها به خاطر حرارت بالا جان باختند. این شهر پس از آتشفشان زیر 4 تا 6 متر خاک و خاکستر به مدت 1500 سال مدفون شد. همه چیز آنقدر سریع و ناگهان اتفاق افتاد که گویا زمان در آن مقطع از تاریخ منجمد شد. مردم شهر در هنگام زندگی روزمره بودند که ناگهان آتشفشان کوه وزو همه مردم شهر را در زیر خاکستر مدفون کرد. جالبترین جنبه این حادثه آن است که هیچ کس نتوانسته است در مقابل فوران آتشفشان وحشتناک وزو بگریزد. نقاشی‌های بیشمار کشیده شده بر روی دیوارهای شهر نشان می‌دهد که مردم این شهر آلوده به انواع گناه‌ها بوده‌اند، به طوری که در ملأ عام لواط و حتی با حیوانات و کودکان خود نزدیکی می‌کرده. بسیاری پیدا شدند که در حین انجام عمل مقاربت تبدیل به سنگ شده بودند. از همه جالبتر آن است که این زوجها هر دو از یک جنس و یا زوجهایی از دختر و پسران کم سن و سال بودند. برخی از نقاشی‌های یافت شده در این شهر حتی آثاری از رابطه جنسی انسان با حیوانات نیز دیده می‌شود. تصویری از دیوارهای شهر پامپئی بیانگر یک موجود افسانه‌ای نیمه انسان در حال رابطه جنسی با پسرکی جوان را نشان می‌دهد. آثار به جا مانده از این شهر آنقدر دقیق هستند که به کمک آن می‌شود ریزترین جزئیات زندگی مردم را به سادگی متوجه شد. برای مثال در یکی از طبقه‌های خانه‌ای مشهور به سبرکوس کتیبه‌ای وجود دارد که روی آن نوشته شده خوش آمدید. در زیر آن کلمه پول به چشم می‌خورد. این کتیبه نشان می‌دهد که این محل یک شرکت تجاری بوده که دو نفر آن را اداره می‌کردند. پس از سالها تجزیه و تحلیل بر روی بیش از صدها اسکلت، پژوهشگران دریافتند که مردم پامپئی دردن بر اثر حرارت فوق‌العاده بالا کشته شدند. باستان‌شناسان چندین اسکلت را در معرض حرارت 250 تا 300 درجه قرار دادند و متوجه شدند که این اسکلت‌ها با استخوان‌های یافت شده در پامپئی شبیه هستند. حرارتی که مردم اطراف آتشفشان را کشته است، قدرت این را دارد که تا شعاع 20 کیلومتری برود. می‌توان تجسم کرد که اگر امروز این قله آتشفشان مانند 79 سال پیش از میلاد مسیح طغیان کند، بیش از 3 میلیون نفر در شهر ناپل که در یک شعاع 10 کیلومتری زندگی می کنند در خطر مرگ قرار خواهند گرفت. جالب است که بدانید پامپئی یک شهر مدرن بوده است. در این شهر یک آمفی‌تئاتر، استخرشنای عمومی و همینطور سیستم آبرسانی دقیقی وجود داشته است. نکته جالب اینجاست که سیستمی برای ذخیره آب در این شهر وجود دارد که در نوع خودش بی‌نظیر. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما را سابسکرایب کنید.